بعد سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم وقت همگی به خیر باشه. یک شنبه است 14 آگوست و من میخوام راجع به طلا صحبت کنم، برای اینکه در هفته آینده با طلا بتونیم چه ترید هایی بگیریم. از چند منظر طلا برام مهمه. یک، اگه خاطرتون باشه جمعه طلا بالای عدد 1800 بسته شد، یعنی 1801 بسته شده. الان چارت هم داریم میبینیم که کلوز جمعه 1801ه. الان اینجا دوتا در واقع سناریو تو ذهن آدم شکل میگیره. 1800 رو مال خودش کرد، یعنی الان میره مثلا حمله میکنه به سمت کانال 1900 و اگه اینطوری باشه ما یه واری 100 دلاری داریم، یا اینکه نه، حالا که خودش رو با کلی زحمت به 1800 رسوند، ممکنه دقیقا رسیده به بالای قله، الان موقع یک ریزشه. پس تو جایی هستیم که تکنیکالی و روانی در واقعیت برای ما سود داره. حالا فقط ما باید بتونیم جای درستش رو پیدا کنیم. خب بیاییم چارت با هم دیگه نگاه کنیم. با همین تایم فریم دیلی اگه باشین، دوشنبه دو هفته قبل در واقع من یه ویدئوی گذاشته بودم، عصریم بود که واسه طلا می‌خواستیم اوردر بذاریم، خودم هم گذاشته بودم، گفتم احتمالاً تا 1800 میره. تو هفته گذشته طلا دو سه بار محدوده 1800 رو تاچ کرد، نتونست بمونه، افتاد. پس این الان خیلی مهمه. ممکنه سناریویی که مد نظرمه، ممکنه بامداد امروز طلا در واقع بالای عدد 1801 باز بشه، حالا هرچی 1805 ده هرچی، ممکن از همونجا بره بالا، ممکن از اونجا بیاد لبه 1800 رو تاچ بکنه دوباره بره بالا، یعنی به عبارتی سقف قدیمی رو به کف جدید برای صعود تبدیل بکنه. ممکنه من اصلا نه یعنی بامداد امشب پایین 1800 باز بشه صاف بره پایین. خب اینا سناریوهای محتملی هست که میتونه اتفاق بیفته. حالا ما با توجه به وضعیت کندل ها، آرایش مووینگ اوریج ها، شاخص دلار، اخبار، میخواییم بیاییم ببینیم که تو چه وضعیتی هستیم. خب در واقع الان چیزی که اینجا میبینیم تایم فریم دیلیه و داریم میبینیم که همین خطی که خودش انداخته خورده به یک در واقع ساپورت قبلی که خیلی خیلی محکم بود، الان اینجا تبدیل به مقاومت شده توی این منطقه. میبینین تو یکی دو هفته گذشته خیلی زحمت کشید خودش رو به اینجا برسونه، چند دفعه هم رسید و این نتونست بمونه. خب حالا توی 4 ساعته اگه بریم، اگه خاطرتون باشه اون محدوده‌ای که من گفته بودم اوردر بذار این طرفا بود، یعنی چند سری شما وضعیت عالی برای صعود گرفتن خیلی خوب داشتین، ببین چقدر برخورد با اون محدوده ما داشتیم ولی نشد. و در واقع ارتفاعمون هم ارتفاع خیلی زیادی نیست. بذار من اینو کم جمع‌وجور کنم ما راحت‌تر ببینیم. خدمتتون عرض کنم که ببینید اون سری اگه بخوایم الگوها رو تعقیب کنیم، ما از همچین فاصله از مووینگ 200 برگشت خوردیم. این فاصله، این سری که اینجا هستیم، فاصلهمون خیلی کمتر از اون دفعه است، یعنی داره نشون میده که راه داره بره. تازه توی همون تانک فریم دیلی اگه قرار بود حداقل تا مووینگ 200 دیلی رو برگرده، یعنی باید میومد اینجا 18.45، یعنی از جایی که الان هست 44 دلار بالاتر رو ممکنه بتونه ببینه. خب یعنی سناریوی بایمون شاید تو این وضعیت باشه. حالا این 4 ساعته، این در واقع 1 ساعته، همون شبیه 4 ساعته هست. حالا تایم فریم پایین تر رو که میخواییم پوزیشن رو در واقع وارد کنیم، با اینا من خیلی کار ندارم. و این چیزی که هست، همونقدر شانس که برای صعود هست، همونقدر شانس برای نزول هم هستا. یعنی اگه قرار باشه برگرده، ببینید میتونه یه بار دیگه مثلا تو منطقه 17.70 برگرده، یعنی ممکنه 30 دلار برگرده. یعنی این میخوام بگم تو جایی هستیم که از هر طرف یه لقیه 30-40 دلاری داره که بتونه حرکت کنه، تقریبا هم به نظر من شانس برابر دارن. چیزی که هست فکر میکنم باید موقعیت اوپن امشب نسبت به کلوز هفته قبل، کلوز جمعه رو بررسی بکنیم. میتونیم در واقع یه مقدارم حتی صبر کنیم،
ببینیم که مسیر بازار به کدوم سمته، حتی قبل اینکه بازار از فردا بازار اروپا تعطیله، حتی قبل اینکه حالا به تایم لندن مثلا برسیم، فکر میکنم شانس های خوبی باشه. خب من گفتم بازار اروپا تعطیله، نگاه اینجا بندازین، فردا دوشنبه 15 بازار اروپا، تو فرانسه بانک هالیدی، توی ایتالیا بانک هالیدی، یورو مثل اینکه تعطیله فردا، حالا هرچی. و ما اصلا این هفته فقط فکر کنم چهارشنبه اگه من اشتباه نکنم، چهارشنبه 17 آمار خرده فروشی آمریکا رو داریم و در واقع یه میتینگ فکر کنم برای پنجشنبه یا جمعه داشتیم، نه میتینگ نداریم، همون چهارشنبه یه میتینگ هم هست. حالا در واقع پس هفته خیلی پرخبری نداره، آمار خرده فروشی آمار در واقع مهمیه، ولی مثلا به قدرت سی پی آی و اونا نیست، ولی خب باز ما حواسمون بهش هست، ممکنه تو اون لحظه حتی استراتژی زمان خبرم داشته باشیم. حالا که اینجا هستیم بریم شاخص دلار هم یه نگاه بندازیم. خب دقیقاً شاخص دلار برعکس طلا داره عمل میکنه توی همین در واقع یکی دو هفته گذشته. اگه خاطرتون باشه هفته قبل ما داشتیم تحلیل میکردیم، این خط رو از اینجا کشیده بودیم به اینجا، خط ما رو رد کرد و این دورش پیچید، نتونست مسیر بگیره. برای این هفته من خطم رو اصلاح کردم، شد این خط. الان اگه دلار، ببینید چند تا پوزیشن خیلی راحت شما میتونید بگید که خیلی خوب ممکنه بخوره به این، از اینجا بیاره پایین. حالا یه سناریو اینه، ممکنه مثلا امشب، یعنی فردا، دلار خودش این بالا برسونه، اون بالا رسوند، کندل دریشون بالا بسته شد، مطمئن باشین اینجا میبینینش. خب پس باز هم ما دو تا سناریو در مورد دلار داریم. یکم زمان میخوایم که فقط اینو بفهمیم، یکم زمان در حد یه روز. اوکی، طبیعتا من سه‌شنبه تو راه هم نیستم که بخوام ترید کنم، ولی فکر میکنم برای سه‌شنبه ما بازار خیلی خوبی باید داشته باشیم. و خدمتتونم عرض بکنم که فکر میکنم این بازار هم برای فردا اون موقعی که باز شد، حداقل تو 15 دقیقه یا 5 دقیقه چند تا کندل دیدیم، بشه با طلا یه کارایی کرد. اگه نه که فکر میکنم باید صبر کنیم تا حداقل بازار لندن رو ببینیم، ببینیم حالا یه اقتصاد بزرگ باز شده مثل انگلیس و چه تأثیری تو بازار مثلا بازار طلا گذاشته، اون به بعد بخوایم تصمیم بگیریم. ولی همون اول این ویدیو هم گفتم طلا جای خیلی خوبی نشسته، دقیقاً رو عدد 1800 نشسته. خب به خاطر همین برام خیلی مهم بود اومدم فقط هم راجع به طلا صحبت کردم، چون نمیخوایم این شانس رو دست بدیم، احتمالاً بتونیم سود خیلی خوبی ازش بگیریم. امیدوارم که هفته پیش رو برای همتون هفته خیلی پرسودی باشه. سعی و سلامت باشین، تا ویدیوی دیگه، وقت همتون بخیر.